یه مورد هم من بگم اینجا، چون بله. پریسا، آره پریسا، خانم دکتر پریسا تو چت نوشته اونجا یه چیز نکته خوبی هم گفت، من بگم نه اتفاقا پرسیده که فاطمه سرطان دهانه رحم یک روسپی با کمر درد یک دندان پزشک چه فرقی داره؟ کمر درد باعث مرگ نمیشه ولی سرطان باعث مرگ میشه. فکر نمی‌کنید خیلی جدی تره؟ همه سرطان ها که الان باعث مرگ نمیشن که. یعنی شما حاضرید کمر درد داشته باشید یا سرطان داشته باشید؟ من دارم میگم نه، بحث ما اینه که تمام، نه بحث ما اینه که تمام شغل ها عوارض دارند. خب عوارض این کجا و آن کجا؟ اون عوارضش پنجه، اون عوارضش سده و مرگه. شما دارید عوارض ها رو با هم یکی میکنید. اتفاقا مثال فوتبالی هم که من زدم فاطمه جان، یکی از عوارض شدیدی که همین فوتبال تو اون 10 سال داره همین ضرباتیه که به مغز وارد میشه. خب بچه حرف فاطمه رو دارین تایید میکنین، ولی هم بابک هم آرش الان داره حرف فاطمه رو تایید میکنه، چون این کاری که این مثلا هم دندون پزشک هم فوتبالیست، ما اگه بگیم اشکال این کارها چیه، خب شما کمردرد دندون پزشک رو میگین یکی از اشکالات این کاره، یا مثلا هزینه‌های فیزیکی که یه فوتبالیست رو میده رو باید میگین اشکال کار، اشکال اون کار اینه. برای همین باید اگه پس اگه اونا رو میپذیریم به عنوان اشکال این کار، اشکال اون کارها، این هزینه‌های فیزیکی و سلامتی هم که یک تن فروش میدن هم باید بپذیریم به عنوان اشکال این کار. درسته. خب. یه ولی بزرگ داره آرمین جان، شما به این نکته توجه نمی‌کنی که من و بابک جان و نوید اگه داریم این مثالا رو می‌زنیم، چون فاطمه جان گفتن ساید افکت عوارض که یه فوتبالیست داره با عوارض خیلی فرق میکنه. بله. خب میگم میخوام جواب همین فوتبالیست خیلی فرق میکنه رو نگفتین کجا؟ میخوام دقیقاً دلیل همین فوتبالیست رو بگم. ببینید یک فوتبالیست خیلی مطرحو مثال میذاریم، مثلا رونالدو. آیا رونالدو فرزندانش قانون خانوادهش بهش افتخار نمیکنن؟ حالا شما بیاین با یک پرنستاری که پرنستار نه، یک تنفروشی مثلا دنیایی رو تصور کنید که تنفروشی توی اون مثل فوتبال مثلا آخه رونالدو، آخه ما هممون نسبت به رونالدو کم میاریم، نسبت چه بخواد برسه به آیا فرزند اون فرد، آیا فرزند اون فردی که مثل یک فوتبالیست رفته خیلی توی اون فوتبالیست توی فوتبال رفته اول شده، اون تنفروش رفته تو تنفروشی اول شده، آیا فرزند هر دوی اینها دید یکسانی دارن به والدشون؟ کسی که رفته فوتبالیست خانم مثال بله، شما تابر تابر رو جمع بکنید بله دوی که مثال شرم جمع توی تمام مشاغل حتی پزشک، یعنی اگه پزشکی هم که توی رشته خودش گوش بدین یه لحظه من الان بهتون مایک میدم، پزشکی که توی رشته خودش مثلا تو همین رشته شما نوروساینس خب نفر اول جهان بشن، بچه‌هاش احتمالاً اون افتخاری که چای رونالدو میکنن رو نمیکنن. یعنی همین شما نباید یک مثالی بزنید که هم از لحاظ شغلی هم از لحاظ سطحی و شهرت و علاقه مندی جهان اینقدر زیاده. خب نه 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 فاطمه مثلا راننده تاکسی رو مثال بزن، نه راننده تاکسی رو مثال بزن با یه تنفروش، باید شغل همسط رو مثال بزن، یه راننده تاکسی رو مثال بزن. منم دارم میگم دیگه آرش، بزن راننده تاکسی. یک راننده تاکسی، شما خودتون به عنوان فردی که آتئیست هستید تابو رو قبول ندارید، آیا خود نوعیتون، ببینید آرمینم اول روم شروع کرد سوال شخصی گفت شما آیا حاضری این کار رو انجام بدی، حالا من میخوام از شما یک سوال بپرسم، شما آیا حاضری مادرتون یک راننده تاکسی باشه یا مادرتون یک تنفروش باشه؟ شما کسی هستید که تو این جامعه، تو این جامعه که شرم توی اروپا نه شما نه ببین فاطمه تصورت از اروپا کاملا اشتباهه، اونجا هم شرم وجود، اروپا هم همینه، آره اروپا هم شرم هست، آره ولی شرم، ولی اونجا هم شرم وجود داره، به شدت هم شرم وجود داره، با ایران مقایسه اگه بکنی بله هیچ، یعنی خیلی یه لحظه ببین فاطمه جان، اروپا هم این کار انقدر شرم داره که شما اصلا تو این کار باشین خیلی سخت کار دیگه بگیرید، یعنی حتی تو اروپا، خب یعنی اینجوری نیست که شرم وجود نداشته باشه. بلد. شما در حالا در توی دنیای امروزی رو دارید میگین یا تو دنیایی رو دارید میگین که اصلا شرم تو کامل هست؟ به جای خوبی رسیدیم آقای آرمین، شما فکر میکنین آیا روزی جهان ممکنه روزی به یک جایی برسه مثلا شاید 40 سال دیگه 50 سال دیگه که آتئیست ها خیلی جمعیتشون بره بالا، اما آیا روزی ما به جایی میرسیم با علارغم با پیشرفت علمی و اینها که تابوی تنفروشی به طور کامل از بین بره؟ من عقیدم اینه، من باورم اینه، هیچ وقت ما حتی تا 50 60 سال دیگه هم هیچ وقت به این نقطه نمیرسیم. باشه من نمیدونم، شما ولی فرض و اولش گذاشتی تابو رو بذاریم کنار، حالا تابو رو میارید بس، بله تابو هم یه هزینه است. بذار جواب سوالتو بدم،
ببین جواب سوالتو این سوالی هم که کردی که آیا شما راضی هستی که مادرتون، این حرفتون خیلی مرسالارانه بود که مثلا ما به عنوان پسر یا به عنوان برادر یا به عنوان پدر پدرتون نه همین که اصلا ما باید همین که ما باید اجازه بدیم به یک زن توی خانواده که چه کار بکنه، یعنی شما راضی هستی اصلا به ما چه ربطی داره؟ این مرسالارانه نبود این حرف. گفتم انتخاب شما چی بود؟ من می‌خواستم برگردم به کانون خانواده. شما انتخاب بود پدر راننده پدرش. من می‌خوام جواب خوبی بهت بدم. رامی باشم که در واقع قفل دایی شده باشه از این قضیه و شرم نباشه. خب قطعاً هیچ این حتی من الانش هم هیچ مشکلی ندارم با این، ولی حتی اون حس بدی که اگر توی جامعه ای باشه که شرم توش زیاد باشه، خب اونم اون موقع ندارم و همین الانم اتفاق. خب آقای آرش گفتن مشکلی ندارن که پدرشون به جای مثلا که میرفتن کارش میگه و قبل فوتش گفت چرا نرفتی اون شغل رو انتخاب کنی؟ حتی تو ایران شما اصلا نمیتونید بگید که همه مثل شما فکر میکنن. من برام هیچ مشکلی نداره. خب اگه مامانم این شغل رو بدید، این صحبت رو هم ادامه بدید. آقای آرش میگن من مشکلی ندارم، اصلا تابو هم نیست الان، من مشکلی ندارم، بره درآمد بیشتر رو انتخاب کنه که درآمدش از راننده بیشتره. حالا من از شما سوال دارم، اگر شما بدونید بیماری هایی که در انتظار پدر یا مادرتون هست چندین برابر بیشتره، سلامت روانش رو چندین برابر، شما برید یه آمار بگیرید، یه سرچ خیلی ساده به انگلیسی بزنید که سرنوشته چه میدونم اسمام این پورنستار ها و تمفروش های مشهور و اینا چی شده، خیلی توشون تو اسمام. آیا اینا غیر قابل حذفه؟ آیا اینا غیر قابل حذفه با رایت مثلا غیر قابل حذفه این بیماری ها؟ اگه مثلا رایت بشه از روز بهداشتی، اگه مثلا قانون من باشه، اگه مثلا چه میدونم نه اصلا یه سری از بیماری ها به خاطر دخول و اینترکورس فراوونه، اونا رو که دیگه شما نمیتونید حذف کنید. نمیتونید؟ شما بخواید بهداشتی آقا واکسن بزنید چرا دیگه تعدادش رو کم تر میکنن؟ ببخشید نشیدم صداتون. اینا رو مثلا با کاندوم کاندوم استفاده کردن اینا مثلا با دو نفر باشن، با دو نفر اون درآمدی که با اون راننده تاکسی بخواد برابر کنه نمیشه که با دو نفر. جمهوری بی خدایان